آسیب دیدگی داشت، حتی یه بار از کشتی خداحافظی کرد، باز هم به کشتی برگشته. کسی که 10 سال قبل تو 20 سالگی مدال نقره بزرگسالان جهان رو کسب کرد مسابقات مجارستان. این کشتی جدال تجربه و جوانی هست. عزت الله اکبری با دو بنده قرمز کشتی میگه در برابر مبین عظیمی. کشتی آغاز میشه. باید ببینیم چه کار خواهند کرد. دو کشتی رو سرگردن هم کار میکنه. عزت الله اکبری یکی دو بار تونسته قوس کنه مبین عظیمی رو. داور نمیدونم برای چی سود میزنه، میخواد از مبین عظیمی میخواد که آرومتر کار کنه و اعتقاد داره که عظیمی ضربه میزنه داور. اون سمت کشتیگیرا پرتاب میشن روی میز داور. دوشک بغل ما برمیگردیم روی همین دوشک. 30 ثانیه از وقت سپری شده. حساب و کار 0-0. کشتی حساس هست. اختیار کمکاری به مبین عظیمی داده میشه، یعنی تذکر رسمی. هنوز اختیار 30 ثانیه رو ندادم. مبین عظیمی سعی میکنه دست زیر کتف بزنه که عزت الله اکبری اجازه کار رو نمیده. حالا عزت الله اکبریه که رو سرگردن مبین عظیمی کار میکنه. یک دقیقه 30 ثانیه از کشتی سپری شده. تقریبا اختیار 30 ثانیه روی مبین عظیمی قرار میگیره. یکی از حساس‌ترین کشتی های وزن 86 کیلوگرم رو داریم مشاهده میکنیم. حالا مبین عظیمی میخواست یه رزیز از روکت بزنه به سمت خودش که کشتی رو به بیرون هول میده. عزت الله اکبری اجازه کار رو نمیده. اون مبین عظیمی سرحال تو وزن 92 کیلوگرم رو تا اینجای کار که ندیدیم. کشتی اولش رو من متاسفانه از دست دادم، خودم هم ندیدم، ولی دوستانی که دیدم میگفتن که زیاد بدنش سرحال نبود. 3-2 کشتی که لرستان رو شکست داد. اینجا هم که 50 ثانیه از تایم نخست باقی مونده، عزت الله اکبری 1-3 پیش است تا اینجای کار. آقای فرشید قبادی رو من میبینم که عزت الله اکبری رو کش میکنه. یه تذکر کمکاری به عزت الله اکبری حالا داده میشه. 30 ثانیه از تایم نخست باقی مونده. حالا بازیگیری اقدام میکنه عزت الله اکبری که مبین عظیمی اجازه کار رو نمیده. مبین عظیمی قهرمان جوانان جهان، قهرمان جوانان آسیا، کسی که امسال تو مسابقات جوانان جهان در فینال موفق شد. کشتیگیر قزاق، اسمش یادم نیست، کشتیگیر قزاقی که در بزرگسالان جهان قهرمان شد رو شکست بده. مبین عظیمی بعد از فینال جام قهرمانی در جام تختی قرار بود به همراه کامران قاسم‌پور به تورنمنت اعزام بشه که خودش گفت نمیخوام تو مسابقات بزرگسالان امسال شرکت کنم. با مشورت محسن کاوه، سرمربی وقت تیم ملی جوانان، تصمیم گرفت که مسابقات، یعنی تورنمنت انتخابی رو شرکت نکنه و تصمیم گرفت که امسال رو برای جوانان کشتی بگیره که من اونجا هم جوانان تونست مدال طلا بگیره. ولی خب در ادامه بازنده مبین عظیمی در فینال جوانان جهان رفت در بزرگسالان قهرمان شد. ما هم امیرعلی آذرپیرا رو از وزن 97 به 92 آوردیم. کیلوهای زیادی که کم کرده بود اون روز کارایی امیرعلی آذرپیرا رو ازش گرفت و نتونست کشتی بگیره. اونجا امیرعلی آذرپیرا 8 شد تو وزن 92 کیلوگرم. از اپیرایی که امروز
دیدیم در وضع 97 کیلوگرم در یک کشتی جذاب موفق شد محمد حسین محمدیان رو شکست بده و قهرمان وضع 97 کیلوگرم بشه. عزت الله اکبری از مچ بازی گیری میکنه، اینجا موفق میشه خاک کنه مبین عظیمی رو سبا کنه 3-0 سالم رو به وضع میاره عزت الله اکبری. دو دقیقه و 10 ثانیه از وقت باقی مونده، به مرز کمتر از 2 دقیقه رسیدیم. حالا مبین عظیمی سعی میکنه دست زیر کت بزنه، عزت الله اکبری بیرد نکنه، حالا عزت الله اکبریه که با حسیاری دور میزنه و موفق میشه 2 امتیاز دیگه بگیره از مبین عظیمی. 1:50 از وقت باقی مونده، عزت الله اکبری با هوشیاری کشتی رو اداره میکنه. 1:40 از وقت باقی مونده، مبین عظیمی تا اینجای کار نتونسته امتیازی بگیره از عزت الله اکبری. به مرز 1:30 رسیدیم، حالا برای زیرگیری اقدام میکنه مبین عظیمی که عزت الله اکبری اجازه کار رو نمیده، دست زیر کس داده عظیمی. عزت الله اکبریه که داره میدون داری میکنه، 1:05 از وقت باقی مونده. خب این از بازم عزت الله اکبری غصب میکنه، کسیری میگیره حساب کن 7-0 میشه به سود این کهنه سرباز مازنی. عزت الله اکبری 7 مبین عظیمی 0. نه قربان شما، قربان شما خدا. خب دوستان صدا قطع شده بود متاسفانه، ببخشید. عزت الله اکبری موفق میشه 7-0 مبین عظیمی رو شکست بده. عزت الله اکبری دارنده مدال نقره جهان، مبین عظیمی کیلوهایی که کم کرده بود کارایش رو گرفت و نتونست کشی بگیره. عزت الله اکبری